خطا حرکت به هیچ عنوان قابل قبول نیست. من چون که نشستم کنار دستمه صندلیم بغلم، من میبینم شو ساعت 4 قطار حرکت، تلفن چرا الان حرکت، یعنی 4 حالا فوقش رو ثانیه ما درگیریم. مجید ارجونی مدیر کل راه آهن استان کرمان مدعی است که از زمان پیک کرونا تا کنون حتی یک دقیقه تاخیر هم در قطارهای تحت مدیریتش نداشته. 99.5% قطارهای ما بخصوص ایام پیک نوروز که 100% قطارهای ما از مبدأ کرمان با صفر حرکت، یعنی بدون تاخیر. ارجونی مهر ماه 98 به سمت سرپرست اداره کل راه آهن کرمان منصوب شد. فردی با فوق لیسانس مدیریت دولتی که طبق گفته های خودش سابقه بیش از 20 ساله در راه آهن داشته و اولویت اصلیش بازسازی و افزایش سرعت قطارهای منطقه کرمان و ارتقای ایمنی و بارمحوری است. بعد هم وصل کردن خط سیرجان به خط کرمان. خطی که به گفته او در صورت وصل شدن 300 تا 400 کیلومتر مسیر را کوتاه‌تر خواهد کرد. این سیرجان وصل بشه به راه آهن کرمان، این چیز بالا 1.2 میلیون تن بار ما رو ریل چیزی که تو جاده است میاد روی ریل ما. یکی از مشکلات اصلی کرمان خطوط قدیمی ریل است، خطوطی که در بعضی از مسیرها حدود 50 سال از ساختشان می‌گذرد و همین فرسودگی خطوط سرعت قطار در برخی از نقاط را به کمتر از 60 کیلومتر رسانده. یکی از همین مسیرها مسیر سیریز گلزرد است که به گفته او تا پایان فروردین ماه قراردادش بسته و بازسازی آن شروع خواهد شد. متوسط سرعت قطار مسافربری کرمان 80 کیلومتر در ساعت است. این در حالی است که این سرعت در کل کشور به طور متوسط بالای 90 کیلومتر در ساعت است. با این حال ارجونی در نشست خبری خود کیفیت قطارهای کرمان و طول خطوط ریل را نسبت به 21 منطقه راه آهن کشور خوب ارزیابی می‌کند. همین زاهدان کنار دست ما الان نمی‌خوام همسایه دیگه. ما اونجا خطمون سرعت اونجا رو 35-40 یه جای شورگز ما که مسیر تقریبا 70-80 کیلومتر ماسای روان ما هست، 70-80 کیلومتر رو خط ما رو 40 کیلومتره بخاطر اینکه خب مسیر کلا ماسی است. اینطور نیست که مثلا همه مناطق رو سرعت 120 فقط ما مشکل داریم اینجا، نه هر کسی تو هر منطقه خلاصه یک تیکه از خطوطشون، ولی خب بعضی از راهنا مثلا شینا تازه تأسیسن. او در این نشست خبری تاکید دارد که تقریبا تمام واگن‌های روی خط تهران و مشهد بازسازی شدند. مرضی قاضی‌زاده، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.